با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در دنباله صحبت قبل نکات ناگفته مونده که میخوام به عرضتون برسونم. در بحث قبلی یادآور شدم که در سال 1375 و در ادامه ماجرای معروف به ترورهای زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که توسط یک تیمی از وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی اسلامی، معاون اول امنیتی وزارت اطلاعات، اجرا می‌شد، حضرت آقای محبوب علی شاه به شهادت رسیدند. وزارت اطلاعات چونان که قبلا یادآور شدم تحت مسئولیت آقای محمد ری شهری پایه گذاری شد، به وجود اومد. اما معمار و مهندس و سازماندهی کننده این وزارتخونه آقای سعید حجاریان کاشی. ایشون قبلا از سال 1357 به بعد تو کمیته انقلاب نازی‌آباد بود، بعد رفت به رکن دوی ارتش، اونجا منتقل شد و در رکن دوی ارتش، یعنی در اداره جاسوسی و ضد جاسوسی ارتش شروع به فعالیت کرد و بعد از اونجا توسط آقای ری شهری دعوت شد برای اینکه دخالت بکنه و اون رو سازماندهی بکنه. آقای سعید حجاریان از اون زمانی که وزارت اطلاعات تأسیس میشه تا 2 ماه بعد از درگذشت آیت الله خمینی در وزارت اطلاعات بوده و بسیاری از کسانی که در این وزارتخونه به استخدام در اومدن و شاغل شدند و مسئولیت قسمت‌های مختلف این وزارتخونه رو عهده‌دار شدند، توسط آقای سعید حجاریان مورد پذیرش قرار گرفتند، از جمله آقای سعید امامی. اما می‌خوایم ببینیم که آقای سعید حجاریان این وزارت اطلاعات رو بر چه مبنایی سازماندهی کرد. برای اینکه این مسئله رو درک کنیم باید جهانبینی آقای سعید حجاریان رو بشناسیم، باید شیرازه افکار آقای سعید حجاریان رو بشناسیم. آقای حجاریان و فارغ التحصیل دوره دکترای رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران. تز دکترای ایشون بحث موعودیت در ایران و در روسیه است، یعنی همون مقوله‌ای که 3 دهه بعد از آقای حجاریان آقای الکساندر ایلیچ دوگین، فیلسوف ارتودکس مسیحی روسی، اون رو دنبال کرد. مسئله موعودگرایی، بحث ظهور ناجی و منجی الهی تاریخی در فرهنگ ایران و فرهنگ روسیه. این نکته حائز اهمیت بسیاره. حال مسلماً و مسجلاً سیستم سازماندهی وزارت اطلاعات یه سازمان معمولی و یه تشکیلات عادی نیستش، بلکه کاملاً دارای یک شاکله عقیدتیه در نظام ولایت فقیه.
در واقع میتونیم خلاصه نظریه سیاسی آقای حجاریان رو در مقاله‌ای که در جلسه پیش مورد بحث و بررسی قرار دادیم و توسط آقای سعید حجاریان نوشته شده پیدا بکنیم. آقای حجاریان در مقاله‌ای که در 25 آبان ماه 1399 در روزنامه مشق نو منتشر کرده این مطلب رو میگه: به رغم آنی که امام خمینی از مرحوم سلطان علی گنابادی در درس‌های تفسیری خودش به نیکی یاد کرده، اما نظام سیاسی ما به این سلسله از دراویش روی خوش نشان نداده است. سیاست مدرن با این سنخ مسائل بیگانه است و نمیپذیرد فردی قطب باشد و دیگران حول وی تعریف شوند، زیرا اساساً کشورداری ممتنع می شود. در سلسله های عرفانی قطب سلسله می تواند بگوید آنچه من می گویم حق است، چون به مرحله‌ای رسیدم که به منبع وجود وصل شدم. در گذشته سلسله های پادشاهی از همین روش تبعیت می کردند، اما این ساز و کار مربوط به دوره طفولیت بشر است و ما قرن هاست از این ادوار عبور کرده ایم. نه فرقه های باطنی و سازماندهی آنها به کار می آید، نه سلسله های پادشاهی. این خلاصه مقاله آقای سعید حجاریان و جوهر اندیشه آقای سعید حجاریان در برخورد نظام سیاسی حاکم بر ایران و به ضروره دستگاه امنیتی و اطلاعاتیش با طریقت‌های درویشی. قطب رو ما قبول نمی‌کنیم. ایشون اینو میگه، نمیگه ما، میگه نظام سیاسی ایران مشکل داره با مسئله مرید و مرادی. اما چرا؟ این اون مطلبیه که من میخوام به عرضتون برسونم، و اون هم این بحثه که مطرحه که در زمان آقای خمینی رهبر نظام حاکم بر ایران، نظام ولایت فقیه، هم فقیه بود هم مرجع تقلید بود، رهبر سیاسی کشورم. اما بعد از پایان دوره آقای خمینی این بحث مطرح شد که رئیس حکومت، رهبر حکومت که در جایگاه ولی فقیه میشینه نباید ضرورتاً مرجع هم باشه. این بحث مطرح شد، اما این نکته در این حال مطرح شد که در این صورت اگر بین نظر رهبر نظام ولایت فقیه که مرجع نیست و فتوای مراجع تقلید اختلاف پیش اومد، اون وقت باید کدوم اجرا بشه؟ یعنی یه فرد مسلمانی که مقلده یه مرجع تقلیده و اون مرجع تقلید یه فتوایی میده، یه نظری میده، و نظر ولی فقیه یعنی نظر رهبر نظام با اون فتوا انطباق نداره، تکلیف اون فرد مقلد چیه؟ در این زمینه خیلی نظر دادن که هم اون مرجع تقلید و هم مقلدینش در هر حال باید از نظر ولی فقیه، اما از این که مرجع باشه یا نباشه، پیروی بکنن. خلاصه دلیلش هم اینه که فتواهای مراجع برای مقلدینشون نظر کارشناسیه، یعنی کسی که به عنوان مقلد از نظر فقهی یک مرجع پیروی میکنه در واقع یک ناکاربلد در امور فقهیه که به یک کاربلد و خبره رجوع میکنه و نظر او رو جویا میشه. اما اینی که اون نظر رو بهش عمل بکنه یا نکنه الزامی توش نیست. مثل اینکه یه نفر بره پیش دکتر
و دکتر بگه شما سرما خوردی، بعد روزی مثلا سه بار قرص بخوری تا خوب بشی. اما این آقا این کار رو نکنه. خب دکتر نسخهش رو داده، این یا اجرا میکنه یا نمیکنه، انجامش الزام آور نیست. اما کسی که در جایگاه رهبری نظام ولایت فقیه قرار گرفته فتوا صادر نمیکنه، یا به عبارت دیگه فتوایی که صادر میکنه در امور سیاسی و اجتماعی حکم حکومتی تلقی میشه که الزام آوره و عدم اجرای اون مجازات داره. به همین دلیل همه آحاد مملکت، یعنی کلیه شهروندان از هر دین و مذهبی باشن و در هر جایگاه و مسندی که قرار داشته باشن، باید از اون حکم حکومتی پیروی بکنند و یعنی مجازات داره. حال اینجا خود به خود این قضیه در تعارض قرار میگیره با مسئله قطبیت، چون در نظام مریدی و مرادی که شاکله طرایق تصوف رو تشکیل میده، هر مریدی از دستورالعمل مراد خودش پیروی میکنه و قلباً ارادتمند مراد خودشه، و اگر بین نظر مرادش و حاکم حکومتی تفاوت پیش بیاد، مسلماً از نظر مراد خودش پیروی میکنه، چون دلبسته و سرسپرده اوست. و همین امره که یک نظام تئوکراتیک که به نام دین داره حکومت میکنه نمیتونه با طرایق تصوف که مبتنی بر ارادت قلبی مرید به مراده کنار بیاد. وزارت اطلاعات به این ترتیب پایه‌گذاری و سازماندهی شد و همین مطالب بود که پایه اظهارات سعید امامی در سخنرانیش در دانشگاه بوعلی بود، که گفت درویش ها افکار عجیب و غریب و بسیار خطرناکی دارن و نظام وجود اونها رو تحمل نمی کنه. به هر حال آقای سعید امامی صرف نظر از پیشینه‌ای که داشته، در درون وزارت اطلاعات از زمان استخدامش به بعد آموزش های سیاسی مکتبی عقیدتی ایدئولوژیک گرفته، یعنی زیر نظر آقای سعید حجاریان کاشانی که در وزارت اطلاعات با نام سعید مظفری فعالیت میکرد و شاگردان ایشون. امری که در سال 75 به شهادت حضرت آقای حاج علی آقای تابنده محبوب علی شاه منجر شد. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. علی دیگه.